قتل یک عالم دینی در بدخشان، سفر هیئت دیگری از دفتر سیاسی طالبان به مسکو، رهایی بیش از 30 تن از زندان طالبان در بغلان، یادداشت بتلخی ناامیدی، خبر تکان دهنده در مورد فرامرز تمنا. افتتاح بند برق سوختوک دایکندی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. پلیس بدخشان قتل یک عالم دینی در ولسوالی وردوجی این ولایت را تایید کرد. این فرد آموزگار یک مکتب نیز بوده است. ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، به خبرگزاری افاق گفت که مولوی عبدالوهاب شامگاه چهارشنبه 8 دل در ولسوالی وردوج توسط افراد ناشناس کشته شده است. او افزود که این فرد آموزگار لیسه واسق شهید نیز بوده است. روحانی در مورد انگیزه قتل این فرد چیزی نگفت. قتل عالمان دینی در بدخشان و سایر ولایات بی پیشینه نیست. در بسیاری از موارد طالبان عامل این ترورها دانسته شدند. سفر هیئت دیگری از دفتر سیاسی طالبان به مسکو. همزمان با سفر هیئت از دفتر سیاسی طالبان به رهبری ملا برادر به تهران، هیئت دیگری از این گروه به رهبری شیر محمد عباس استانکزی به مسکو سفر کرده است. این هیئت صبح امروز با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در قطر اعلام کرده که هیئت به رهبری آقای استانکزی روز چهارشنبه 8 دل وارد مسکو شده است. او افزود که این هیئت امروز با زمیر کابلوف، رئیس بخش آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان دیدار کرده است. با گفته سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در این دیدار که در وزارت امور خارجه روسیه صورت گرفت، دو طرف درباره موضوعات مربوط دو کشور، وضعیت کنونی گفتگوهای بین الافغانی و اجرای کامل توافقنامه دوحه گفتگو کردند. و افزود که نماینده ولادیمیر پوتین در این دیدار اعلام کرده که روسیه برای صلح و ثبات در افغانستان آماده همکاری است. با گفته او، دو طرف درباره موضوعات مربوط به یکدیگر تبادل نظر، مشورت و پیشنهاد نیز داشتند. سفر طالبان به مسکو در حال صورت می‌گیرد که هیئت دیگری از این گروه به رهبری ملا برادر در تهران به سر می‌برد. آنان روز یکشنبه این هفته وارد تهران شدند و در چند روز گذشته با مقام‌های ایرانی گفتگو داشتند. دیدار این هیئت با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و ستایش این هیئت از مبارزه طالبان با امریکا در افغانستان واکنش برانگیز شده است. علی شمخانی پس از دیدار با طالبان اعلام کرد که رهبران طالب در مبارزه با امریکا مصمم دیده شده است. یاسین ضیا، رئیس ستاد ارتش کشور، به این اظهارات واکنش نشان داده و گفته است که جنگ طالبان علیه امریکا نه، بلکه علیه مردم افغانستان بوده است. در حالی که دور دوم مذاکرات دولت و طالبان در دوحه آغاز شده، برخی اعضای ارشد هیئت مذاکره کننده طالبان هم در جمع کسانی هستند که به روسیه و ایران سفر کردند. هیئت دولت میگوید طالبان علاقه به ادامه مذاکرات ندارند و روزها می شود که حاضر به گفتگو با این هیئت نشدند. رهایی 32 نفر از جمله 12 پلیس از زندان طالبان در بغلان. قول اردوی 217 پامیر میگوید که در
نتیجه یک عملیات هدفمند از سوی نیروهای کماندو بر یک زندان طالبان در ولایت بغلان، 32 تن به شمول 12 نیروی پلیس آزاد شدند. عبدالهادی نظری، سرپرست روابط عامه قول اردوی 27 پامیر، به خبرگزاری افق گفت که شب گذشته چهار شنبه 8 دلو طی عملیات خاص توسط نیروهای کماندو در ساحه ولسوالی دهنه غاری ولایت بغلان 12 تن از نیروهای امنیتی و 20 تن غیر نظامی از زندان طالبان آزاد شدند. سخنگوی قول اردوی 217 پامیر افزود که در این عملیات زندان گروه طالبان در منطقه دهنه غوری از سوی نیروهای کماندو به کلی تخریب شده است. پیش از این هم نیروهای کماندو طی عملیات هدفمند در چند ولایت دیگر چندین زندانی را از زندانهای گروه طالبان آزاد کردند. در این حال گزارشنامه افغانستان نگاشته است: یادداشت به تلخی ناامیدی، اشاره گمان می رود که سپردن سرپرستی دوباره سیاوش به حمیرا قادری به جبر و تهدید نرم گرفته باشد و نه چه لزومی به نوشتن این تلخنامه. نویسنده دکتر فرامرز تمنا پدر سیاوش. دیروز در محکمه فامیلی حسانت فرزندم سیاوش را به درخواست مادرش تمدید کردم. او 7 ساله شده است و طبق قانون حضانت باید نزد من باز میگشت. اکنون او علاوه بر 7 سالگی طبق قانون و با موافقت پدر میتواند باز هم پیش مادر خود باشد. قابل ذکر است که خانم قادری بعد از جدایی ما در برج اسد سال 1394 طفل شیرخواره خود را وقتی که 1 سال و 7 ماه بود با میل و اراده خود به افغانستان رها کرد و در سفر رسمی به آمریکا رفت. سپس در آن کشور پناهنده شد و بعد از 3.5 سال وقت گرین کارت آمریکا را گرفت به افغانستان برگشت. سیاوش 5 ساله شده بود. برعکس ادعای دروغینه که خانم حمیرا قادری در کتابش کرده، این خانم با میل و اراده و خواست خود فرزند شیرخواره خود را در کابل رها کرد و آسایش و رفاه آمریکا را بر فرزند کوچکش ترجیح داد. وقتی به کابل بازگشت من فرزندش را به وی دادم و از آن زمان تا کنون که 2 سال می شود سیاوش با مادر خود است. تشریح عکس. عکس زیر مربوط به روزی است که سیاوش سخت مریض بود. 1 هفته بعد از اینکه مادرش او را ترک کرده و به آمریکا پناهنده شده بود، شفاخانه گفت باید این طفل بستر شود. وضعیتش خیلی خراب است. گفتم چشم. وقتی همه کارها خلاص شد و میخواستن به بخش اطفال بستر کنند، گفتن مادرش کجاست؟ گفتم نیست. گفتن چون پایواز اطفال فقط مادر میتواند باشد، ما نمیتوانیم به شما اجازه دهیم. همراه طفل خود شب به شفاخانه باشید. بخش VIP را پرسان کردم. گفتند پر است. گفتم به بخش مردانه بستر کنید. گفتند طفل است و صحتش خوب نیست، اجازه نداریم. خلاصه فرزند مریضم را به خانه آوردم و از خدا خواستم هیچ کودکی را مریض و مواجه با نامهربان نکند. سیاوش کوچک و مریض من 2 روز را درد کشید و اکثرا در آغوش من بود. او بعد از 2 روز خوب شد. و در پایان، مقام‌های محلی ولایت دایکندی میگویند روند آزمایشی توزیع برق بند سوختوک آغاز شده و این بند در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. شکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.